به نام خدا. سلام خدمت شما بینندگان عزیز. شما برنامه رهاورد رو تماشا میکنید. از شما دعوت میکنم که بیننده ما باشید در این برنامه. در این برنامه میبینید اطلاعاتی درباره همایش پزشکی آکادمیک، اهمیت برگزاری همایش پزشکی آکادمیک برای نسل جوان، تحقیقات پزشکی آکادمیک معمولاً بر اساس موارد واقعی صورت می‌گیرد و دیدگاه میهمانان خارجی درباره این کنگره. در این همایش در مورد پزشکی آکادمیک صحبت شد و اهمیت پزشکی آکادمیک برای نسل جوان پزشکان. البته شاید این سوال اصلا مطرح بشه برای شما که پزشکی آکادمیک چی هست. بنابراین من هم این پرسش رو کردم از یکی از متخصصین و حضار در این همایش که پزشکی آکادمیک به طور مشخص چیست. پزشکی آکادمیک اساسا اون قسمتی از پزشکی هست که پزشکان بیشتر عمر خودشون رو وقت تحقیق و آموزش میکنن. طبعا اکثر پزشکان اکثر وقتشون رو صرف ارائه خدمات بالینی میکنن به مردم، که خب کار بسیار پسندیده درستی هم هست، ولی یه عده خیلی کمتری هم هستن که ترجیح میدن بیشتر وقتشون رو صرف آموزش و تحقیق انجام بدن، که به این میگن پزشکی آکادمیک یا پزشکان آکادمیک. این دسته است. ما خیلی فکر کردیم که این پزشکی آکادمیک باید برجسته بشه، چون که ما در ایران به هر دانشگاه ها هم مسئولیت آموزش و تحقیق رو دارن و هم مسئولیت ارائه خدمات بالینی، و این نگرانی هست که بالاخره وقتی که همه اینها با هم مخلوط هست یه مقداری مسئله تحقیق و آموزش ممکنه کمتر بهش توجه بشه. برای همین فکر کردیم که یه همایش میتونه کمک کننده باشه. ما 9 تا مهمان از خارج کشور داریم که از دانشگاه کمبریج و آکسفورد اومدن، مثل رئیس گروه داخلی دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کمبریج، همینجور رئیس گروه مغز اعصاب دانشگاه آکسفورد، رئیس ویلکام تراست که مؤسسه خیریه است که بزرگترین مؤسسه خیریه جهان است که پول میده برای تحقیقات پزشکی در دنیا. اینها رو هم دعوت کردیم که بیان و سخنرانی کنن و منبعی بشن برای الهامگیری نسل جوان‌تر. وقتی اسم پزشک میاد، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه فردیه که در بیمارستان یا مطب ما رو معاینه میکنه و درباره بیماری تصمیم میگیره و روند درمان رو برای بیمار مشخص میکنه. البته این درسته، ولی در مبحث پزشکی مثل سایر علوم نیاز مبرم به پژوهش و تحقیق وجود داره. برای مثال روند درمان یک بیماری، شناخت بیماری‌ها، داروهای جدید و متناسب اون بیماری، انواع بیماری ها در نواحی مختلف، اینها موضوعاتی هستند که پزشکان کلینیکال قبل از اینکه بیمار رو معاینه کنند قبلا یاد گرفتند. چه کسی به اونها یاد داده؟ البته اساتید دانشگاه های پزشکی. و چه کسی گفته که این بیماری خاص چیه و چه ویژگی هایی داره؟ طبیعتاً پژوهشگران. این پژوهشگران و اساتید دانشگاه هم پزشک هستند، ولی عمده زمان و انرژی خودشون رو به پژوهش اختصاص دادن. و طبیعتاً اگر اثر کار این قشر از پزشکان نبود، شاید ما هنوز از روش‌های سنتی و قدیمی استفاده می‌کردیم. پس به دست اومدن و ظهور روش‌های درمان نوین بیماری‌ها بسته به فعالیت پزشکان آکادمیک و همکاری با این حوزه باعث بالندگی حوزه سلامت شده.
پزشکی آکادمیک مبتنی بر تحقیقاته و این تحقیقات بر روی موارد واقعی صورت میگیره. 8 سال دفاع مقدس این بستر رو فراهم کرد برای متخصصین حوزه سلامت که تحقیقات فراوانی داشته باشن. من با یکی از متخصص صحبت کردم که به صورت مشخص بر روی جانبازان شیمیایی تحقیق کرده، اونها رو مورد معاینه قرار داده و نتایج علمی مختلفی از این بابت به دست آورده. من با ایشون صحبت کردم و ازشون خواستم که تجربیاتشون رو برای ما هم بگن. عوامل شیمیایی جنگی که در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران استفاده شد عمدتاً دو نوع یا دو دسته از عوامل بودن. یکی عوامل جنگی اعصاب بود که دو عامل استفاده شد. اول تابون بود که یه گاز جنگی از نوع اعصاب خیلی سمی و خطرناک، و دوم سارین بود، یه گاز اعصاب دیگه که در سردشت استفاده شد و در واقعه حلبچه. و ما این مجموعه شیمیایی رو که درمان کردیم، عوارض دیررس از این عزیزان خب کمتر مشاهده کردیم، اما عوارض دیررس مسمومیت با گاز خردل خیلی زیاده، به طور این که عزیزانی که مجروحیت شیمیایی شدید با گاز خردل داشتن هنوز از عوارض این مسمومیت شیمیایی رنج میبرن. به هر حال خدماتی که در مورد سمشناسی پزشکی انجام دادیم موجب به هر حال پیشرفت این رشته شده. به این رشته در ایران سمشناسی پزشکی تقریبا ناشناخته بود، ولی خب بعد از بمباران های شیمیایی و تاسیس انجمن سمشناسی و مسمومیت ها و راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و پی اچ دی سمشناسی و بعد فلوشیپ سمشناسی، به هر حال این رشته شناخته شده. و من خوشحالم که الان ما شاید بیش از 200 نفر متخصص سمشناسی در کشور داریم، شاید حدود 50 نفر سمشناس بالینی داریم، در حالی که در اواخر سال 60 که من به ایران برگشتم تقریبا سمشناس پزشکی در ایران وجود نداشت. در این همایش میهمانان خارجی متخصصین از دانشگاه‌های معتبر هم حضور داشتن. من سعی کردم که باهاشون صحبتی داشته باشم و هم دیدگاهشون بپرسم، هم این که نکات علمی که اینجا در این همایش مطرح کردن. برای سالهای طولانی علاقه داشتم که به ایران سفر کنم و این به واقعیت پیوست. احتمالاً برای اولین بار در ایران این کنگره بر روی ارتباط تحقیقات پزشکی و کلینیکی تمرکز میکنه. همچنین تاثیرگذاری ایران و خاورمیانه بر علوم پزشکی به واسطه افراد و نوابغی مانند ابو علی سینا در علوم نوین پزشکی انگلیس انکارناپذیر است. در همین راستا هدف این کنگره آغاز یک همکاری تحقیقاتی پزشکی بین ایران و انگلیسه و هدفش ارتقای سطح علوم پزشکی دو کشوره. در این چند روز با پزشکان مختلفی صحبت کردم که خوشبختانه اهداف مشترک زیادی داریم. شاید تعجب کنید که آکسفورد رشته پزشکی گرمسیری داره. من بیشتر زندگی خودم رو در کشورهای مختلف مثل برزیل و تایلند گذروندم. همونطور که میدونیم نقاط زیادی از ایران نقاط گرمسیری هستند که بیماری‌های مختلف و زیادی توی اونها وجود داره. علاقه خاص من در این رشته حیوانات سمی و گیاهان سمی هستند. به همین دلیل ایران دارای گونه‌های مختلفی از این نوع حیوانات و همچنین بافت گیاهیه و این مشکل بسیار بزرگی برای نقاط غیر شهری محسوب میشه. برای همین علاقه زیادی به دیدن شهر اهواز در جنوب غربی ایران دارم که یکی از مشکلات اونها عقرب گزیدگیه.
مفتخرم که در ایران و در اولین کنگره پزشکی آکادمیک حضور دارم. تحقیقات من در مورد نورولوژی که در اون متاسفانه درمان‌های کمی وجود داره. بنابراین علارغم وجود بیماری‌های زیاد، ما نیاز به تحقیقات زیاد هم داریم. پزشکان آکادمیک افرادی هستند که به دلایل ایجاد بیماری‌ها، مکانیزم عمل بیماری‌ها و نکات مختلف در مورد بیماری‌ها علاقمند است. من قسمتی از وقتم رو برای معاینه و درمان بیماران ALS که بسیار تخریب کننده سیستم عصبیه و بقیه زمان رو صرف تحقیقاتی میکنم که تلاش میکنم دلایل این بیماری ها و عوامل ایجاد و درمان اونها رو بررسی کنم و پیدا کنم. خوشحالم که در ایران با امکانات زیاد و پتانسیل بسیار بالا در کنار دانشجویان توانمند میتونیم این کار رو انجام بدیم. ممنونم که تا اینجا بیننده برنامه رهاورد هستید. دعوت میکنم که ادامه برنامه رو ببینید. ما در ادامه برنامه یک مروری داریم بر نکات گفته شده تو همین برنامه. خیلی ممنونم از شما که بیننده برنامه رهاورد بودید. امیدوارم که مطالبی که اینجا گفته شد مخصوصا برای نسل جوان پزشک بتونه کمک کننده باشه در مورد پزشکی آکادمیک و حالا نکاتی که اینجا گفته شد بسته به سلیقه و بسته به برنامه‌ای که برای آینده در نظر دارین در این رشته میتونید انتخاب کنید. همونطور که در مورد اهمیت‌های پزشکی آکادمیک گفته شد میتونه فضای مناسبی برای آینده کاری باشه. سپاسگزارم از شما. بدرود.